25 اسفند ماه 1396 خورشیدی و 16 مارس 2018 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به ترین های سال 96 در جمهوری اسلامی ایران. یه نکته که یادم میره هر هفته اشاره کنم این است که من یکی دو ماه پیش گفتم که هیچ صفحه‌ای در فضای مجازی ندارم و باز تأکید میکنم و ازتون خواهش میکنم که فقط از طریق فیسبوک صفحه آخر و آدرس هایی که همینجا چند لحظه دیگه در آخر بخش تقدیمی اعلام میشه با برنامه و با بنده تماس بگیرید. فیسبوک صفحه آخر VOA Last Page. فیسبوک صفحه آخر همچنان فعاله و میتونید از طریق فیسبوک هم با برنامه و هم با من تماس بگیرید. اما درباره تقدیمی این هفته، مدیر کل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست درباره سواحل شمال میگوید حدود 78% سواحل تصرف شده است. 78%. 28% این تصرفات از سوی دستگاه‌های دولتی است. 12% شرکت‌های شهرک‌های ساحلی و 24% املاک و ویلاهای شخصی هستند. 10% در اختیار نهادهاست و 4% آزاد است. همچنین معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تأیید دریاخواری‌های گسترده در سواحل کشور گفت بیشتر این دریاخواری‌ها مربوط به فعالیت‌های نظامی و اقدامات سازمان بنادر است و متأسفانه مساحت دقیقی از آن در دست نداریم. خب کنترل این افسار گسیختگی، دست کم کنترل این افسار گسیختگی به کی مربوط میشه؟ کدوم سازمان و وزارت خونه؟ سازمان محیط زیست، معاونت عمران وزارت کشور؟ تقدیمی این هفته به رئیس جمهوری اسلامی ایران. اینجا جزیره زیبای قشم بندر درگهان هست. متاسفانه کنار ساحل نخاله ها و آشغاله هم ساختمانی هم کلن مال تخریب منازل داخل بندر رو میارن اینجا و کنار ساحل متاسفانه خط ساحل دریا در سال گذشته خیلی جلوتر از این چیزی بوده که الان هست، اونجا بوده میبینید، ولی به دلیل ساخت و ساز الان اومدن این قسمتی که ما الان داریم راه میریم اینجا هم جزء دریا بوده، ولی اومدن اینجا رو از همین نخاله ها ریختن و دارن میخشکونن و به یه نوعی میشه گفت دارن دریا خاری میکنن و هیچ کس هم اصلا پاسخگو نیست که دلیل این کار چیه، از طرف چه ارگان و نهادی داره این کار انجام میشه و مسلماً چیزی که ما میدونیم طی چند سال اخیر این قسمت هایی که الان داره ساخت و ساز میشه اینا همه دریا بوده و با ریختن همینجور نخاله های ساختمانی که اینجا دارید میبینید و روشو ماسه میریزن و خشک میکنن و این میشه به یه نوعی زمین. این ببینید مچکن کجا بوده، این قسمت هم الان حالت باطلاقی شده، اینا هم دریا بوده و دارن میخشکوننش الان. نقشه شیطانی. ترین های سال 96 رو با دوزترین مقام جمهوری اسلامی در سال 96 شروع میکنیم. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، 10,000 میلیارد تومان پول بیش از 12 میلیون مردم مال باخته و بدبخت با امضای این آدم ملاخور شد. و سال 96 که دیگه سقف وعده های مکرر سیف بود، هی میگفت درست میشه، بدهی بانک ها و مؤسسات مالی به مردم برنگشت که هیچ. مشاور ارشد سیف علنا گفت بر نمیگرده. حاتمی یزد، کارشناس پولی بانک مرکزی،
تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خب چند وقتی است که سپرده‌گذاران و مؤسسات مالی و اعتباری و تاوانی‌های اعتباری و حالا شاید هم برخی از شعب بانک‌ها خیلی با شدت و حدت به دنبال این هستن که سپرده‌های خودشون از بانک‌ها خارج بکنن. برخی از تاوانی‌ها همونطور که در مقدمه هم اشاره کردم مثل فرشتگان، مثل آرمان، عملاً ناتوانند از اینکه بخوان این سپرده‌ها برگردونن و اعلام ورشکستگی کردن. اما در مورد مؤسسات دیگر هم این احساس ایجاد شده که سپرده‌گذاران برن و موجودی‌های خودشون از بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری بکشن بیرون. چرا این اتفاق افتاده؟ عرض کنم که بانک مرکزی بازپرداخت سپرده‌های مردم رو تضمین نمی‌کند، نه منابعی بر این امر دارد، نه وظیفه‌ای در این مورد دارد. این کلیتش در مورد بانک‌های دولتی، خصوصی، مؤسسات اعتباری مجاز، غیر مجاز صادق است. چقدر پول مردم تو این مؤسسه هاست؟ فقط یکیشو بگم که اعلام رسمی است، 8,000 میلیارد تومان فقط تو فرشتگان. 28 اردیبهشت 94 اعلام شد که مؤسسه آرمان ایرانیان که محصول ادغام مؤسسه های اعتباری فرشتگان و فردوسی است تشکیل شده و اساسنامه‌اش فرستاده شده است به بانک مرکزی برای کسب مجوز. آبان 94 ولی الله سیف مجوز کاسپیان رو صادر میکنه. 4 ماه بعد آرمان ایرانیان که اردیبهشت همون سال 94 مجوز خواسته بود اعلام میکنه منحل شده و رفته تو دل کاسپیان که مجوزشو دیدین آقای سیف صادر کردن. فردای روزی که این نامه انحلال به ناظر بانک مرکزی فرستاده شد، گزارش حسابرسی 8 مؤسسه اعتباری که ادغام شدن تو کاسپیان در اومد. حسابرس نوشته نقدینگی کل این 8 مؤسسه 750,000 تومان، 7.5 میلیون ریال. یعنی از کل رقم توی این 8 مؤسسه که فقط یکیش 8,000 میلیارد تومانه، فقط 750,000 تومان مونده. بقیهش چی شد؟ میگن نداریم. همین جوری ورشکست شدیم، ملاخور شد. باید توضیح بدیم برای مردم، باید توضیح بدیم برای اون بنده های خدایی که بیگناه هستند و گرفتار شدند و اون آدم های فریبکار اینها رو آوردن در یک مسیری که اونا فکر کنن مثلا پولشون رو میذارن به جای حالا اون وقت مثلا سود 18%، 20% اون زمان مثلا 25% بگیرن، 30%، بالای 30% هم اینا داشتن. اون آدم های فریبکارو که خودتون بهشون مجوز دادین، آقای غیر فریبکار. تو گزارش مجلس به قوه قضاییه آمده که بانک مرکزی از تعداد شعب و چگونگی فعالیت شعبه های این مؤسسات مالی و اعتباری کاملا مطلع بوده و هست. ولی الله سیف در مسئولیت ریاست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مجوز همه مؤسسه های مالی و اعتباری رو صادر کرده و بعد همین مؤسسه ها اعلام ورشکستگی کردن و منحل شدن یا با مجوز بانک مرکزی ادغام شدن توی مؤسسه مالی دزد دیگه. ببینید شعارهای مردم تو شرایط بحرانی همیشه مختصر و مفیده. اولین اختلاس بزرگ بانکی تو جمهوری اسلامی زمان ریاست همین سیف بر بانک صادرات انجام شد. سال 74 اختلاس 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات که فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست و چند تا دیگه توش دست داشتن. فاضل خداداد اعدام شد، مرتضی رفیق دوست هم با رانت برادریش با محسن رفیق دوست زد به چاک. بعد تو دولت روحانی یکی از سفارش شده های رفسنجانی همین ولی الله سیف بود که از روز اول دولت روحانی تا امروز در سمت ریاست کل بانک مرکزی دارن خدمت به خلق میکنن. Hey!
منفورترین مقام جمهوری اسلامی علی خامنه ای قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یعنی گروه های فکری ویژه دور هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن برای جمهوری اسلامی، برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دی ماه، بهمن ماه، اسفند ماه، یعنی همین ایامی که من شما توش هستیم. در دی ماه این کار رو میکنیم، در بهمن این کار رو میکنیم، در اسفند هم این کار رو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم. خب شطور در خواب بیند پنبه دانه. بیان ملکوتی رهبر معظم رو دیدین؟ دی ماه چه اتفاقی افتاد؟ بعد از 39 سال مردم بیش از 84 شهر همزمان تا یه 10 روز هفتم تا 17 دی 96 اومدن تو خیابون علیه نظام مقدس و رهبرش تظاهرات کردن. تظاهرات که 7 دی با شعار مرگ بر گرانی شروع شد، فوری رسید به مرگ بر خامنه ای. حالا شطورانه نگاه کردن به این واقعیت که خود واقعیت رو تغییر نمیده که. این آمار وزارت امور تعاون اینکه خط فقر اعلام شده 2,500,000 تومان، میانگین درآمد چقدره؟ فقط چند تا شغل، یکی دو تا رو بگم. معلم‌ها چقدرن؟ معلم دبستان، دبیرستان 1,400,000 تومان، یعنی 1,100,000 تومان کمتر از خط فقر اعلام شده. کارگر چقدره؟ 930,000 تومان. بازنشسته دولتی 1,200,000 تومان. بعد اون وقت میگیم چرا 12 میلیون نفر زیر خط فقر مطلقن؟ واقعا از بس گفته شده این آمارا دیگه قبحش، ترسی که باید آدم داشته باشه از این وضعیت زندگی که 12 میلیون نفر، آمار رسمی خودشونه، مردم دارن، دیگه وجود نداره. این وضع و این آمارها آقای رهبر معظم توطئه دشمنان نظامه یا توطئه شما علیه مردم تو این 4 دهه؟ بعد بهمن چه اتفاقی افتاد؟ تولد دختران خیابان انقلاب که از دیماه شروع شده بود، مخالفت علنی با حجاب اجباری، گسترش این حرکت در عرض چند روز به 20 شهر کشور رسید. رهبر معظم میاد دخترای انقلاب رو علنا جاسوس معرفی میکنه که از خارج پول گرفتن. حالا بشنویم به شیوه آخوندی خودشون کار میکنه. این همه خرج، این همه زحمت، این همه فکر پشت سر این کاره، دارن تلاش میکنن، عقیمه، تلاششون عقیمه، نتیجهش اینه که 4 نفر حالا شاید دختری تو گوشه کناری فریب بخورن یا انگیزه های گوناگونی پیدا کنن، بعضیشون هم ممکنه پول بگیرن، حالا نمیدونم، من نمیتونم قطعا بگم. این روسری رو بردارن از سرشون، یعنی مثلا ما چجوری؟ همه اون تلاش خلاصه میشه نتیجهش در این نتیجه کوچک حقیر. آخه این حرکت اگر کوچک حقیره، چرا تو بلافاصله میای دربارش سخنرانی میکنی و دروغ میگی که یه حقیقتی رو بپوشونی؟ چون حقیقت این است که جمهوری اسلامی با هر چیزی بتونه سازش کنه برای حفظ خودش به عنوان اوجب واجبات، با آزادی حجاب و پوشش نمیتونه سازش کنه. آزادی زن در ایران بی تردید مساوی است با سرنگونی نظام مقدس. ترس از اینه، برای اینه که علم الهدام اونجوری یقه میدرانه درباره، حالا میرسیم درباره مسئله زن. ببینید قبل از انقلاب ماهای آبان تا دی، درست در آستانه انقلاب، ارتش بود ازهاری رئیس دولت نظامی موقت
تو یکی از سخنرانیاش تو مجلس گفت این شعارهایی که رو پشت بونه علیه حکومت پخش میشه نواره که از ضبط صوت پخش میکنن. فرداش مردم اومدن شعار دادن جنرال چهار ستاره، بازم میگی نواره، نوار که پا نداره. حالا آقای رهبر معظم یه تیکه هایی از نوار رو بشنوید. اینجا چهارراه توحید کف خیابون آزادی. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای روحانی. مامورا هم حواسشون جمع کنن، غلط اضافی نکنن، جلوی مردم وای نستن که بد جوابشون میبینن، بد پاشو میخونن. آره خلاصه که اینجوری هست. خیلی ممنون، خداحافظ. عقب مانده ترین شخصیت سال 96 احمد علم الهدا، نماینده رهبر معظم و امام جمعه مشهد، از سادات جعفری یعنی نسل 35 امام صادق و 39 پیامبر اعظم و 87 نسل از آدم ابوالبشر. این وبسایت حضرت آیت الله علم الهدا است که این شجره نامه دقیق رو نوشته که میشه دقیقاً سن حبوط آدم به زمین و بچه دار شدنش رو تعیین کرد. 87 نسل پیش به این حساب کنید یا به این ازش استفتا کنید از آیت الله. و این شخص که قبل از انقلاب حتی یک احزاریه ساده از ساواک هم براش نیامده بود، با انقلاب 57 شد رئیس کمیته منطقه 10 تهران، مرکز تجمع اوباش که بیشترشون شدن بازجو شکنجهگر اوین. فروردین 84 بعد از سخنرانی‌های تند و تیزش علیه دولت خاتمی و در حمایت از احمدی نژاد، رهبر معظم بهش حکم امامت جمعه مشهد رو داد. اسفند 94 هم کردش نماینده مطلق ولی فقیه در استان خراسان رضوی. بیشترین جمعیت حاشیه نشین در شهرهای ایران در مشهد است. از هر 3 نفر 1 نفر. 3 میلیون جمعیت داره مشهد. طبق آمار رسمی 1 میلیون حاشیه نشینن تو مشهد. علم الهدا شنیدین تالا هرگز درباره این 1 میلیون نفر هیچی نگفته. بیشترین فاحشه خونه های اسلامی در ایران تو مشهده. مهم که نیست، هیچ، خوبه برای زوار امام رضا. بیشترین مؤسسه های مالی و اعتباری که میلیون ها آدم بدبخت کردن تو مشهده. ابدا مهم نیست، مهم آزادی فرهنگ و هنره که باید هر طور شده قفش کرد تا مردم بفهمند که باید تو قرون وسطا زندگی کنند. همین چند روز پیش به مناسبت تولد حضرت زهرا و روز مادر جمهوری اسلامی، خبر دارین حتما دیگه، جشنی تو برج میلاد تهران برگزار شد. آقای محمد علی نجفی شهردار تهران هم اونجا بود. یه قسمتش چند تا دختر بچه اومدن رو صحنه رقصیدن.
اسلام نابود شد. علم الهدا هم اومد رو صحنه. اینکه دادستان غیور تهران اعلام کرد این قضیه بایستی تحت تعقیب قرار بگیرد، قابل نقد نیست، قابل تعقیب است. علتی گفت قابل تعقیب به خاطر اینه که اگر در یک کشوری یک جنگی بشه، در داخل کشور یک جریانی با دشمن همدست بشود به خاطر اینکه پشت جبهه رو بکوبد و نیروهای خودی رو از بین ببرد، به این جریان میگن ستون پنجم. اگر در یک جریان جنگ یک ستون پنجم تشکیل شد، از نظر دستگاه قضایی این ستون پنجم خائن‌ترین جریان‌ها در این کشور است و بایستی به اشد مجازات تحت تعقیب قرار بگیرد. حالا دادستان تهران چی فرمودن؟ حرکات خارج از عرف در مراسم جشن دیشب برج میلاد واکنش‌های زیادی را در فضای رسانه‌ای کشور همراه داشت. دادستان کل کشور امروز به دادستان تهران دستور داد تا موضوع تخلفات جشن دیشب برج میلاد را بررسی و برخورد لازم با هنجار شکنان و متخلفان این مراسم انجام شود. این دستور ساعتی بعد از سوی دادستان تهران اجابت شد. به نظر ما موضوع قابل تعقیبه، هم خود آقای شهردار و هم کسایی این برنامه را پخش اجرا کردند. چگونه اجازه میدن این نوع برنامه ساختار شکنانه اجرا بشه در حضور مردان؟ و ما اتفاقا تأکیدم اینه مسئولان شهرداری ضمن اینکه باید عذرخواهی کنند از مردم تدین، باید بدونن که دادستانی به سرپرست دادستان ارشاد مأموریت داده این موضوع رو دقیق تر بررسی کنه. خب ببینین، گفتم که میگه درباره آزادی زن که داشتم عرض میکردم، میگه این برنامه ساختار شکنانه، چند تا بچه فقط اومدن رقصیدن چون دختر بچه هم ساختار شکنانه میشه. اسلام و حکومت اسلامی نابود میشه. خب حالا این صحبت هایی که فرمودن اولین نتیجهش چی شد؟ شد یه عده دختر بچه هایی که در برج میلاد رقصیده بودن رو احضار کردن، شناسنامه هاشان را بررسی کردن تا ببینن 9 سالشان شده یا خیر. یکی از دختر بچه ها روز پنجشنبه از 1 ظهر تا 10 شب در وزرا نگه داشتند و بازجویی کردند. دختر بچه می گفت طوری برخورد کردن انگار ما در برج میلاد آدم کشتیم. شناسنامه ها رو دیدن بچه ها 5 ساله تا 8 سالن. بعدم شد یه نتیجه دیگهش استعفای شهردار تهران محمد علی نجفی. جلو نابودی اسلام رو گرفتن. علم الهدا هر جور شده تا حالا جلوی نابودی اسلام رو گرفته، حتی با توسل به دشمنان اسلام، حتی با توسل به صوفیا لورن. تو این ماجرای رقص بچه ها تو برج میلاد چندیدی چی گفت؟ این برنامه دهن کجی به حضرت زهرا بود. این اغراق نیست، این مبالغه نیست. جشن حضرت زهرا رو گرفتن و با رقص یه عده نوجوان و دختر جوان اینها نشان دادن الگوی جامعه حضرت زهرا نیست، الگوی جامعه صوفیا لورنه. ببینین عقب مونده ترین که میگم، یکی از دلایلش هم همین ذوب شدن در صوفیا لورنه که بعد از 50 سال این همه بازیگر خوشگل و هنرمند تو دنیا اومدن و رفتن، این علم الهدا همچنان چسبیده به صوفیا لورن. لادترین شخصیت موجود در نظام مقدس در سال 96 محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا. 20 آذر 96 اژه‌ای رفته بود دانشگاه با دانشجو صحبت کنه، یعنی با یکی از تحصیل کرده ترین و با فرهنگ ترین اقشار جامعه. اگر بنا باشه که سوت بزنی منم بلدم، بلبلیشم بلدم. و ببین این آقا، عذر میخوام، این آقا 3 تا انگشتشو یا 2 تاشو گذاشته تو دهنش،
داره سوت میزنه. من بهش میگم که توی جوون حیف دهنت گشاد میشه، نمیخواد انگشتا تو دهنت بکنی، شما همینجوری هم میتونی سوت بزنی. بنابراین برین اگه من خیلی نمیخواد دهنت رو پاره کنی دست بزنی. درست تو بهبهه اعلام خودکشی زندانی ها همین اخیراً اژه‌ای نشست خبری داشت. ما پس این پرونده همین یک مورد داشتیم. نه همین پرونده که داریم میرسیم، ما افرادی که داریم دراز میکنیم به قول معروف، حالا این عبارت دراز کردن عبارت چون اصطلاح معروف رو دارم میگم و الا اینا که زندان میرند الان مخصوصا این سالها کیا دارن زندان میرن؟ کیا دارن زندان میرن مخصوصا این سالها که شما درازشون میکنین؟ آقای لات، این لحن حرف زدن یکی از بالاترین مقام های دستگاه قضایی، ما هممون همیشه تو تاریخ خوندیم که قاضی با سوادترین و پرهیزکارترین و محترمترین کسی بوده که بهش اعتماد میشده. تو جمهوری اسلامی همه ارزش ها وارون است. نمیشه به گذشته اژه اشاره نکرد برای اینکه آدم بدونه این شخص چقدر لاته و چقدر از فرهنگ و روابط مدرن گفتگو و تحمل دیگران بی بهره است. قبلا این قسمت از پرونده اژه گفتیم، مال مرداد 83 جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات بود. عیسی سحرخیز نماینده مدیران مسئول مطبوعات بود تو هیئت نظارت. اژه هم به عنوان رئیس دادگاه ویژه روحانیت و نماینده قوه قضاییه تو هیئت نظارت بر مطبوعات بود. یه عده وزیر وکیل هم بودن. تو دو تا جلسه جدا از هم، جلسات هفتگی هیئت نظارت بر مطبوعات، اژه‌ای قندون رو برمی‌داره پرت می‌کنه کله طرفو می‌شکنه، تو دومی هم میپره اونور میز شونه نماینده مدیران مسئول مطبوعات رو گاز می‌گیره با فحش خار مادر. این درگیری فیزیکی در واقع یک مقدمه پیشش داشت و به این معنا که در مقطع اول که به پرتاب قندان انجامید اما به درگیری فیزیکی دیگری نینجامید، در اون مقطع دو نفر از مدیران مسئول نشریه تقاضا کرده بودند. هر دو هم به گونه‌ای بودند که علایق و وابستگی‌هایی به آیت الله منتظری داشتند و خب در اون مقطع حساسیت بسیار زیادی بود که این گونه افراد مجوز رو دریافت نکنند. این بی یک جر و بحث رو دنبال داشت و پرتاب قندانی رو صورت گرفت. ولی در اون جلسه معروف که به درگیری فیزیکی و اون صحبت گاز گرفتن انجامید، در اونجا دو بحث رو ما داشتیم و اتفاقا هر دو بحث از سوی دیگر اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات بود و فردی از اعضای هیئت نظارت که به عنوان مطرح کننده این شکایت ها نبود به یک بار وارد این ماجرا شد، مسئله با مشاجره و بعد با پرتاب قندان و در نهایت با برخورد فیزیکی و گرفتن گاز خاتمه شد، خاتمه یافت. عیسی سحرخیز به اتهام توهین به مقامات یه 5 سال و یه 3 سال رفت زندان، 8 سال زندان کشید. اژه‌ای میدونداریشو گسترش داد به کنفرانس های خبری و جلسات رسمی با دانشجوها با لاتبازی و سوت بلبلی. بچه پر روترین آقازاده حمید رضا عارف، گل پسر محمد رضا عارف، معاون اول ریاست جمهوری خاتمی، امروز سردسته آقای محمد رضا عارف، امروز سردسته فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی هستند. حمید رضا خان 22-23 سالشون نشده بود که شدن عضو هیئت مدیره سازمان تهیه و تولید مواد معدنی ایران. چرا؟ چون تازه لیسانس برق گرفته بودن. برق با تهیه و تولید مواد معدنی همونقدر به هم ربط داره که علم و شایسته سالاری واقعا با نظام مقدس. خود گلپسر توضیح میده ماجرا چی؟ ببینید من یه چیزی رو اینجا بگم. بالاخره اون کسی که توانایی داشته به یه نقطه‌ای رسیده حتما یه استعدادی تو وجودش بوده. این استعدادا بالاخره
درس وراثتی وجود داره، ژنی وجود داره. پدر و مادر من هر دو جزو شاگرد اولای کنکور ایران بودن، مادرم رتبهش 15 کنکور بوده. خب این ژن منتقل میشه، یعنی بالاخره ما سه تا برادر هر سه تامون هم درسامون خوب بوده، هم خوب تحصیل کردیم. بالاخره این خونه میاد میرسه. شما همینجوری که بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصل و نسب دارم. ما افتخار میکنم به اینکه بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خونه خوب، از دو تا خونه خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده. ما هم لطف خدا لطف کرده در یه بستر مناسب این کار رو انجام دادیم. لطف خدا بود توی بستر مناسب، همون امتیاز آقازادگی و نوکیستگیه دیگه. لطف خدا یعنی همین تبعیض و گلپسری. ببینید من افتخار کردم و افتخار میکنم در زمانی که سیمکارت تلفن همراه اول که اون زمان فقط از طرف دولت و وزارت پست تلگراف شرکت ارتباط سیار میداد، اگه یادشون باشه دوستان، همه صفی بود و قیمت بالا. من افتخار میکنم در یک مزایده رسمی که 32 تا شرکت شرکت کردن، من در سن 24 5 سالگی رفتم یه شرکتی رو از آفریقای جنوبی که هیچ کس همون موقع همه میگفتن که آفریقایی ها، مگه آفریقایی ها از این کارو بلدن؟ همه رفتن دنبال شرکت های اروپایی و چشمابی و اینا. من اون موقع با بضاعت خودم رفتم این شرکت رو باش مذاکره کردم. همینجا مسئله اساسا میان که آقا یه نفر یه جوونه 24 5 ساله بله. چطوری میتونه همچین کاری بکنه؟ مگه همه جای دنیا آدمای کوچیک، ببخشید آقای زاکربرگ و آدمای گنده ای که تو سن 19 20 سالگی، تازه اونا خیلی کارهای گنده تر کردن. نه میگن اونا با پدرشون مسئول نبوده، پدرشون معاون اول رئیس جمهور نبوده. شما همین الان شما برو هر کشور خارجی که خواستی ویزاشو بگیر، این که دیگه به پدر ربط نداره. بلیط هواپیمام که هست، اونم که دیگه به پدر ربط نداره. ما رفتیم یه شرکت مشاور در هلند پیدا کردیم، به اون مشاور گفتیم آقا ما می‌خوایم همچی کاری بکنیم. اون مشاور ما رو به MTN معرفی کرده. MTN اصلا خواب نمی‌دیده بیاد ایران، اصلا شرکتی نبوده که خودش رو در این فضاها ببینه. بعد از اینکه اومد ایران و ما پاشو به ایران باز کردیم، مثل خیلی قرارداده که خیلی دیگه می‌بندن، این همه شرکت خارجی تو ایران میگه همه‌شون مال فرزندان مسئولینه. هر کسی تو این کشور ادعا بکنه که حمیدرضای عارف بدون توانایی‌های خودش و با تکیه فقط بر پدرش کاری رو انجام داده، من حاضرم در هر جایی که خواست تو هر رشته‌ای که خواست باش مسابقه بدم. البته که نه با تکیه فقط بر پدرش، خودتونم برای همین بچه پررو‌ترین آقازاده گذاشتیم، خودتونم یه صدای داشتین. آخرش هم نمیگی 24 5 سالگی با پول کی از طریق یه شرکت مشاوره در هلند با شرکت MTN آفریقای جنوبی که برعکس فرمایشات جناب عالی یک شرکت موزه تو آفریقای جنوبی، نه شرکت همینجوری در پیت، آشنا میشید، تماس میگیرید، قرارداد میبندید؟ پول از کجا آمده بود؟ حمیدرضای عارف به فرمایش خودتون با 27 سال سن تو هلند برای وزارت دفاع دولت خاتمی سمتت چی بود که شریک تجاری 2 میلیارد دلاری پیدا کردی؟ شرکتی رو هزینه کردم از جیب شخصی و داشتم آوردم توی مملکت، شرکتی که هیچ کس نمیشناختتش. ببین یه وقت میگم یه شرکتی یه سابقه داشته، اصلا کسی نمیدونه MTN، اصلا MTN تا پاشون اولین ویزای MTN رو من براشون درخواست دادم، قبلش اصلا ایران نیومده بودن. این شرکت ما آوردیم تو اینجا، یه سال و نیم هزینه کردیم براشون، رفتیم رسیدیم به این نقطه ای. به راحتی هاش تمامتر، حق الناس پامال شد، بنیاد مستضعفان و سایران خیلی قشنگ با MTN رفتن قرارداد بستن. خب MTN ها میخواستن تو ایران کار بکنن. هیچ درآمدی حتی نداشتین؟ هیچی. یعنی ببین من خیلی هم میگن آقای حمید عارف سهامدار، میان آقای حمید تو وی آی میاد نشون میده سهام ایرانسل مشخص. و من به شما بگم شرکت ایرانسل اگر این برنامه دیدن روابط عمومیشون، اگر یک سیم کارت ایرانسل به نام حمید رضا عارف، حتی من سیم کارتشون رو تا حالا نخریدم، به خاطر اینکه احساس میکنم حق من ضایع شده و من شرعا راضی نیستم. من به مدیر عامل بنیاد یه زمانی تماس گرفتم چند وقت پیش، گفتم که من میدونم شما آدم متشرعی هستید، بدونی که درآمدی که از این پروژه داره به شما نصیب میشه، شرعا منی که این شرکت رو بودم راضی نیستم. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بود که سیم کارت 2 میلیون تومانی شد 5000 تومان امروز و من افتخار میکنم که در این نقش داشتم، چون هیچ شرکتی غیر از MTN نمیتونست این کار انجام بده. ببخشید به جای اینکه از من تشکر بشه که بالاخره تو سن 24 سالگی حتی اصلا فرض کنیم من با رانت پدرم این کارو کرده باشم، بالاخره یه کاری کردم برای منافع مملکت بوده. بالاخره یه کاری کردم برای منافع مملکت بوده.
حقشو خوردن، من قربون اون حق و ناست برم. هزینه کردین از جیب شخصیتون در 24 سالگی کجا آورده بودی؟ بعد این همه قضیه پیچیده قرارداد ترکسل و اینا رو هم نگو، گفتم قبلا اینا رو. سال 83 گفتم یه ماجرای امنیتی پیچیده بود تو جنگ قدرت بین دولت اصلاحات و مجموعه اصلاح طلبا و از اون ور سپاه و بیت خامنه ای از طرف دیگه، آقای حمیدرضا خان که اینقدر معصومی، دکتر معصوم فردیس معاون وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت خاتمی و مدیر پروژه انتخاب اپراتور دوم تلفن همراه، چرا سال 85 افتاد زندان؟ چرا 6 سال تو اوین بود؟ جاسوس نبود که به اتهام جاسوسی انداختنش زندان. فقط میگفت از نظر اقتصادی صرف نداره که ما با ترکسل قرارداد ببندیم، قرارداد به هم بزنیم، به نفعمونه که با ترکسل قرارداد ببندیم، نریم با آفریقای جنوبی. زیر باره این نمیرفت که ترکسل تو مناقصه اپراتور دوم برنده بازنده اعلام کنه، که ترکسل برنده شده بود. یعنی زیر باره این نمیرفت که نتیجه مناقصه رو عوض کنه. چرا نمیگینیم که باید ترک ها میرفتن، آفریقای جنوبی باید میومد تا تعهد کنه که از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت میکنه؟ اینا رو باید به وقتش جواب بدین. حق بازترین شخصیت سال، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سال 92 و حتی سال 96 خودش به عنوان مخالف یکتازی ولی فقیه و سپاه پاسداران نشون داد و مردم بی جایگزین هم رفتن براش هورا کشیدن. سال 94 یادتونه درباره قول فساد ملی، منطقه‌ای و جهانی چجوری موضع گرفت و سخنرانی کرد؟ بعد 4 سال بعد سال 96 هم سخنرانی کرد در همین باره. ببینید خود، اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذر هم باشه فاسد میشه، سلمان هم باشه فاسد میشه. اشکال داره کار ما، اشکال داره، ما اشکال رو باید رفع بکنیم. اینا فکر میکنن که سپاه پاسداران یک واحد نظامی است. سپاه پاسداران که یک واحد نظامی نیست. سپاه پاسداران در دل این مردم هست. سپاه پاسداران در همه روزهای خطر از منافع ملی ما دفاع کرده. ببینین همین شیوه رو درباره علم و مدرسه هم میزنه. عده زیادی در کشور ما سالها نشستن که مثلا فیزیک اسلامی درست کنن، شیمی اسلامی درست کنن، ریاضیات اسلامی درست کنن، مهندسی اسلامی درست کنن. یعنی چی؟ مقصود چی هست؟ پولهای زیادی خرج شده، پروژه‌های زیادی تعریف شده، اتاقهای زیادی اختصاص داده شده، وقتهای زیادی صرف شده. مگر ایدئولوژی و تفکر دینی در علم میخواد اثر بذاره؟ خب اگه ایدئولوژی و تفکر دینی در علم اثر نمیذاره، برعکسش اثر میذاره. مدرسه غیر دینی رو، یعنی مدرسه ای که توش طلبه تربیت نمیشه، حوزه علمیه نیست، میتونی دینی کنی؟ میتونی همه مدارس رو که توش تدریس علم میشه، باید بشه، ایدئولوژیک بکنی؟ تو که آخوند یا ماجرای گربه مرتضی علی قضیه. ببینین مدیر کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش پرورش از برگزاری نماز جماعت در مدارس کل کشور در سال تحصیلی جدید بر مبنای ابلاغ سند جامعه تقویت و تعمیق فعالیت‌های اقامه نماز در مدارس کشور از سوی حسن روحانی خبر داد.
فرمودند که زمان اقامه نماز جماعت در مدارس باید در برنامه درسی دانش آموزان قرار گیرد و در تمامی مدارس کشور باید به مدت 30 دقیقه نماز جماعت اقامه شود و به هیچ وجه نباید این زمان به کار دیگری اختصاص یابد. حالا رسما اعلام شده حدود 20,000 تا آخوند برای نماز جماعت اجباری در مدارس سراسر کشور شاغلند. اینا هم که هی میگن آخوند کم داریم برای همین کار است. 20,000 تا آخوند رو بیاری تو مدارس که آوردی، روزی نیم ساعت وقت و انرژی و روحیه پرنشاط بچه‌ها رو بگیری، اون وقت حرف علوم انسانی و تناقض و تعارض علم و ایدئولوژی و اینا رو میزنی؟ درست مثل وعده های اقتصادیت که هیچ ربطی نداره حرف و عملت با هم دیگه. ببینیم دیگه 21 فروردین 96. آقای رئیس جمهور، شما در وعده های انتخاباتی خود وعده حل مشکلات اقتصادی مردم را دادید و گفتید در برنامه های من برنامه مدون 100 روزه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد. اما 30 اسفند سال گذشته پس از حدود 4 سال عهده‌دار بودن مدیریت اجرایی کشور گفتید 10 دولت بعدی هم نخواهند توانست مشکلات را حل کنند. آقای روحانی، چه اتفاقی افتاده که نظر شما تغییر پیدا کرد و حل مشکلات از 100 روز به 40 سال تبدیل شد؟ خیلی سوال خوبی کردید، من از شما ممنونم، چون یک دروغ بزرگی در بعضی از روزنامه ها و سایت ها پخش میشه و شما این رو بهش اشاره کردید، خیلی مهمه. من کی گفتم 100 روز من حل میکنم؟ اونی که من گفتم اینه، گفتم من اگر موفق شم در انتخابات پایان 100 روز اول کارایی که در 100 روز کردم اعلام میکنم. این صحبت های منو بیارید. بعد یه عده مخرب اومدن گفتن ایشون گفته 100 روزه من حل میکنم. اونی که یک شبه حل میکرد اون یک کس دیگه بود، ما نیستیم جز اون. ببینین وعده های اقتصادی که میفرمایند که نداده بودن و اینا، آقای روحانی واقعا خود نمیدونی یا از بس دروغ میگی یادت میره؟ در برنامه مدون من علاوه بر برنامه برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت 1 ماهه و 100 روزه وجود دارد. ما می توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم و در اون تحول اقتصادی بتوانیم با ایجاد یک دوره تنفس به کارخانه ها و مراکز تولیدی که امروز مشکل دارند، مشکلات اونها را در اون مدت کوتاه حل و فصل کنیم. ما با یک تفاهم بین بانک مرکزی و بانک های کارگشا قادر هستیم اون همه اجناسی که در گمرکات ما انبار شده است به سرعت به بازار برگردانیم. همه اینها در یک برنامه کوتاه مدت امکان پذیر است. ببینیم، بذاریم من یه جمله بگم بعد بریم زشت‌ترینم ببینیم. رئیس جمهورا تو ایران چه روحانی باشه، چه احمدی نژاد باشه، چه خاتمی باشه، چه نمیدونم، حتی هیچ نقشی ندارن جز حرف زدن، برای اینکه مردم هم بهشون رأی دادن دیگه، رفتن هی این دروغا رو گفتن و اینا همش رأی دادن، هیچ نقشی ندارن جز اینکه بیان بگن ما میخوایم این کارا رو بکنیم، اجازه نمیدهند. و واقعا حق بازترینشون همین آقای روحانی است. اگر ما به زندگیمون و به عقلمون رجوع بکنیم، با وعده هایی که داده و واقعیت اقتصادی جامعه، همه با وعده هاشو بزنین در کنار اینکه من موسوی کروبی رو از حصر آزاد میکنم و همه زندانیان، چرا اونا فقط در حصر باشن، اینا رو آزاد میکنم، زندانیان سال 92 گفت تا امروز. زشترین شخصیت سال عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی انقلاب تهران. این شخصیت به ویژه به دلیل فعالیتش در ماجرای قتل استاد تاریخ ادیان و فعال محیط زیست دکتر کاووس سید امامی در زندان انتخاب شد.
کاووس سید مومن 4 بهمن 96 بازداشت شد. 2 هفته بعد 20 بهمن 96 همسرش رو خواستن، بعد از 3 ساعت بازجویی بهش گفتن شوهر تو زندان خودکشی کرده. کلی اعتراض شد در محافل دانشگاهی در ایران و خارج از ایران، تو رسانه ها همینطور. اون وقت این آقای زشت اومد توضیح داد. برخی ها علی‌رغم این که هم پزشکی قانونی، هم قاضی ویژه دادسرای جنایی، هم خانواده متوفا اعلام کردن این موضوع خودکشیه، دارن کمانکن فرافکنی و تشکیک میکنن. این در واقعش اینه که این خودکشی انجام به رخ داده، پزشک قانونی در گزارش کالدش کافی نوشته، با اینکه اینها به کالدش کافی درخواستی نداشتن، ما تأکید کردیم کالدش کافی انجام بشه. واقعا ببینید زشتی و دروغ در چه حده، همش دروغه. رامین پسر کاووس سید امامی نوشته صبح 24 بهمن 96 من و مهران و چند عضو خانواده به پزشک قانونی کهریزک رفتیم و پیکر کاووس را پس از اینکه دوباره با رئیس مرکز دیدار کردیم تحویل گرفتیم. گواهی که این مرکز به ما داده دلیل مرگ را در حال بررسی عنوان کرده. چی گفت اون آقای زشت؟ دلیلش رو گفت، اعلام کرده خودکشی. خانواده سید امامی تقاضای کالبد چکافی مستقل کردن که تقاضاشون رد شده. چی گفت اون آقای زشت؟ گفت نخواستن هستن کالبد چکافی. ما اسلام رحمانی و خاکسپاری را مشروط کردن به اینکه کالبد چکافی مستقل انجام نشود. ببین بریم صحبتشو درباره اینکه صحبت بعدیشو گوش بدیم که میگه آقای کاووس سید امامی چه کاره بوده. اون اسناد و تحقیقات ارائه شده، یه فرصتی خواسته و گفته من وقت بدید من پاسخ بدم که تحقیقات برای روز بعد موکول میشه. و چون متهم ملاحظه کرده اسناد و اطلاعات زیادی در اختیار سیستم تحقیق کننده قرار گرفته، حالا به این نتیجه رسیده که خودکشی کنه. والا اینطور نبوده که ناشی از عدم نظارت باشه. حرفاش میگم واقعا به ریخت و قیافش میاد. چنان با قاطعیت میگه اسناد جاسوسی رو که دید تصمیم گرفت خودکشی کنه، این کارم کرد، انگار خود این شخص اونجا بوده. هیچی برای اینا جز جنایت کردن برای حفظ قدرت مهم نیست. یه مش دروغ هم درباره پزشکی قانونی و خانواده ردیف میکنه. نه پزشکی قانونی نتیجه نمونه برداری رو داده، نه خانواده میگن خودکشی کرده، برعکس میگن ما با شما مشکل داریم که راستشو نمیگین، میگن دروغ میگین که دکتر سید امامی جاسوس بوده. چرا همسر دکتر سید امامی رو ممنوع الخروج کردین؟ پرونده جاسوسی که شما ازش حرف میزنین و چند تا از فعالان محیط زیستم گرفتین و دو تاشون همین دهم اسفند توی تصادف رانندگی ساختگی در بوشهر تصادفاً کشته شدن و توی تصادف دیگه در مسیر هوایی یاسوج 15 تاشون رو یه جا ببخشید کشتین، چون میدونستین که قضیه جاسوسی اتهام پوچه، باید جواب بدین. قضیه لو رفته و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نوشت، جمعی از متخصصان آقای تابش نوشت، جمعی از متخصصان محیط زیست و منابع طبیعی که در روزهای اخیر با حضور در مجلس شورای اسلامی از تلاشگران این عرصه و فعالیت‌های آنها مستنداً دفاع کرده بودند، یعنی از همونایی که گرفتنشون و کشتنشون، اینها در حادثه سقوط هواپیما جان خود را از دست دادند. ارادتمند جانی دلر. بریم پرده آخر آخر سال. برات تو فنجون دست منو بر نگردون، دست منو بر نگردون، اینقدر
نگرد قر نزن به ما نباش به مثل قلیون دست منو بر نگردون دست منو بر نگردون وعده کار وقتی میدم همیشه هر جا هستی بشکن بزن دو دستی بشکن جانانه بزن خوشحال و شاد و خندون دست منو بر نگردون دست منو بر نگردون یه کار چیه؟ یه کار چیه؟ به جون تو هزار تا کار قطاره تو کارخونه اداره کارهای خوب پیدا میشه برای تو چه آسون دست منو بر نگردون دست منو بر نگردون وعده مسکن که میدم وعده من یه روز است بعد قولی ها رو فوز است مسکن باب طبع تو پیدا میشه فرامون دست منو بر نگردون دست منو بر نگردون وقتی که کار و مسکنت با وعده رو برا شد باغ تو با صفا شد بلبل ازدواج تو فوری میشه نزل خود دست منو بر نگردون دست منو بر نگردون حرف گرونی رو نزن به جان داری دنبک گرونی ها میشندک وعده ارزونی میدم زود میشه جنس ها ارزون دست منو بر نگردون دست منو بر نگردون شب و روزگار خوش.